أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم و متذکر می شوم بهترین سفارش مسلمان به مسلمان آن است که او را به آخرت تشویق کند و او را به پرهیزکاری فرا بخواند. امید است که هممان به این بهترین سفارش، سفارش خدا، انبیا و اولیای الهی توجه داشته باشیم. خطبه اول در ادامه مباحث حیا و غیرت این هفته بحث علم را برای تحکیم مباحث حیا و غیرت از منظر قرآن و روایات به اختصار دنبال میکنیم و پیگیری میکنیم. در خطبه دوم مناسبت های جهانی داریم، روز مبارزه با فساد، روز در واقع تصویب حقوق بشر یا به رسمیت شناختن حقوق جامعه برای انسانها، مسائل روز، مسائل جاری کشورمان از موضوعات است که در نماز جمعه وظیفه ایجاب میکنه از اونها هم یادآور میشویم و انشاءالله توفیق داشته باشیم. ایام فاطمیه هست، اگرچه از عالمی بزرگوار جناب آقای مصباح قبل از خطبه ها مؤمنین بهره بردن از فضائل و مصائب اون مجلله مکرمه یاد کردن، باز هم اگر فرصت ایجاب کرد و شرایط آماده بود و اندازه که زمان اجازه خواهد داد، منم انشالله از بیبی سلام الله علیها نکاتی و از شخصیتشان نکات را عرض خواهم کرد. دو جلسه، دو خطبه در جمعه های گذشته پیرامون حیا و غیرت که هر دوتا از نیازهای جدی جامعه هست صحبت هایی مطرح شد. جامعه‌ای که به صفت و به فضیلت و به باور غیرت
باور نداره و یا عمل نمی کنه در بخشای زیادی از مسائل اجتماعی اخلاقی گرفتار مشکل است. جامعه و مردمی که زنان و مردانشان با حیا نیستند و این صفت پسندیده و ارزشمند اخلاقی را قدر نمی دانند در سراشیبی سقوط قرار دارند. یکی از چیزهایی که هم غیرت و هم حیا و همه بخشای زندگی ما را مدیریت میکنه اقتصادمان، روابطمان، پیشرفتمان، همه بخشای زندگی را به کلیتش به شکل بسیار عالی و به شکل بسیار جامع و همه جانبه مدیریت میکند، مسئله آگاهی است. شاید بتوانیم این تعبیر را داشته باشیم که مهمترین ممیزه و مهمترین شاخصه انسان از سایر موجودات و جانداران در عالم خلقت مسئله علم است، مسئله آگاهی است، مسئله دانش است. وقتی یک انسان و یک مردم و یک جامعه با آگاهی مجهز شدن، همه بخشای زندگیشان تأمین میشه، اقتصادشان رونق پیدا میکنه، بهداشتشان، قدرتشان، پیشرفتشان. هرچی من الان فرصت نیست لازم بدانم برای یک زندگی مدرن و با عزت و با همه آرامش در زندگی داشته باشیم، اینها در سایه علم شدنی است. به همین دلیل است که در روایات ما هم، در روایات ما بسیار تعبیرهای جالبی درباره علم داره. اگر خداوند خودش را به این صفت ستود تبارک الله احسن الخالقین، انسان شد اشرف مخلوقات، دلیلش همون علم است که در وجود انسان ها ظرفیت آگاهی و ظرفیت بیداری و بصیرت وجود داره و الا صرف این اسکلت، این گوشت و پوست و استخوان که این همه ارزش نداره، خداوند افتخار بکنه که انسان آفریده. معمولا علم در مقابل جهل به کار برده میشه و در روایات داریم دوست هر انسان علمشه، صدیق و کل امرئن عقلو، دانششه، فکرشه، آگاهیشه. دشمن هر انسان، هر انسان جهلشه، نادانیشه. امروز اگر کشورهای در دنیا پیشرفته هستن، مترقی هستن، آرام هستن، اقتصاد قوی دارن، انرژی دارن، امکانات دارن، تولید بالا دارن، همه اینها در سایه علم است. هر جا که جهل است، فقر است، بی‌ثباتی است، نگرانی است، آشوب است، جنگ است، اختلاف است، خرابی و ویرانی است. اجازه بدین چند نکته درباره علم عرض بکنم. در روایات ما، در قرآن عظیم الشان جایگاه علم بسیار بالاست. روایت داریم پیامبر اسلام فرمودن علم حیات الاسلام. به این نکته باید توجه بکنیم. فرد فرد ما نسبت به خودمان، نسبت به فرزندانمان، نسبت به بستگانمان، نسبت به کسانی که ما با اونها مجبوریم در زندگی من رابطه برقرار بکنیم، همسایه ها، وطنداران، کل جامعه همون، پیغمبر فرمود علم حیات اسلام است. یعنی اگر علم نباشه، حیاتی وجود نداره، زندگی وجود نداره. جسم شاید متحرک باشه، رابر انسان، اما مرده است. از انسان مرده نباید انتظار داشت، انتظار پیشرفت، از مرده انتظار مدیریت،
از مرده انتظار حفظ حقوق و پیشرفت، فرمود که علم حیات اسلام است. علم، شما شنیدین که نماز ستون دینه، از صلات و عمود و دین، اما اینجا یک فراز بالاتر است. فرمود علم ستون ایمان است. اگر کسی آگاه شد، عالم شد، فهمیده شد، دانسته شد، بیدار شد، ستونهای باور و ایمانش استوارتر می شود، مندگارتر می شود. دیگه دشمن، دیگه شیطان، دیگه جهل و نادانی نمی تواند در این ستونهای استوار طمع بکند و اونها را تخریب کند و اون پایه ها را ویران بکند. چقدر جایگاه علم مهم است که وجود نازنین پیامبر خوبه ها که همه صحبت هایش حرف خدا هست، علم را حیات اسلام و ستون ایمان معرفی کرده. ما خیلی دنبال خیریم، دنبال خوبی هستیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اسلام و امت اسلامی ظرفیت امت برتر را دارد اگر به شرایطش توجه بکند و اونها را پیاده بکند. فرمود علم رأس الخیر کله. فرمود علم رأس همه خیر و خوبی ها است. خیر تنها عبادت نیست، اقتصاد خوب، نظام خوب، خانواده خوب، آب و هوا و کشور و زندگی خوب، تولید بالا. حالا شما میبینین هر جامعه که از نظر علمی بالا هست، تولید برتر داره، امتیاز بالاتر داره، کشورش، خاکش، وطنش ده ها برابر، صدها برابر قیمت دارد. چرا؟ چون در سایه آگاهی و علم ما به اینها میرسیم. در روایت از سردار سخن امیر بیان، امیر المومنین آمده، فرمود که به شرف علم و به بالایی و بزرگی علم و به ارزشمندی علم همین کافیست که ان یدعیه من لا یحسنه و یفرح اذا نسب الی. در شرافت علم همین بس، حتی افرادی که از علم برخوردار نیستن، آگاه نیستن، دوست دارن مردم اونا رو بگن اینا آگاهن، دوست دارن با اونها علم نسبت داده شود. در بی‌ارزشی جهل و نادانی و عدم آگاهی همین بس، انسانهای جاهل هم دوست ندارن با اونها گفته شود تو جاهلی. این ارزش علم است. بگذاریم، هدف آفرینش خداوند که این همه موجودات را خلق کرده، این همه هستی را خلق کرده، برای چه خلق کرده؟ برای که انسان ها آگاه شوند. خلق سبع سماوات و من فی الارض يتنزل الامر بينهم لتعلموا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم. زمین و آسمان، هفت آسمان، هفت زمین خلق کرد. برای چی؟ لتعلموا، تا شما آگاه بشین. امام حسین علیه السلام فرمود وقتی مردم شناخت پیدا کردن، خدا را شناختن، خدا را عبادت میکنن، خدا را عبادت کردن، از غیر خدا بی نیاز میشن. هدف خلقت شناخت است، هدف خلقت علم است. علم در بیان اسلام، در بیان معصوم علیه السلام از یک ارزش ویژه و استثنایی برخوردار است. شما میدانین ما نمازمون رو باید با شروطی بخوانیم، اگر به سمت قبله نباشد نماز قبول نیست. نماز باید به سمت قبله باشه.
قبل از وقت نماز نماز واجب خوانده نمیشه. تا اذان ظهر، اذان صبح، اذان مغرب گفته نشود، نماز ظهر و صبح و مغرب خواندنش قبول نیست. حتی نماز مقید است به رسیدن وقت. اما اسلام میفرماید علم زمان خاص نداره، محدودیت نداره، محدودیت زمانی نداره. میدونیم ما تا مکلف نشویم، دخترانمان به بلوغ نرسه، پسرانمان به تکلیف نرسه، نماز بر اونها واجب نیست. اما اسلام در علم محدودیت را معتبر نمیداند. اطلب العلم، علم طلب کنین، من المهد از گهواره، الى اللهب تا گور. یک روز تعطیل شدن علم، آموزشگاه، مکتب، پوهنتون و دانشگاه آسیبی است که قابل جبران نیست. اسلام اینه میگه، پیغمبر اینه میگه، محدودیت جنسی نداره. خیلی از کارها برای بعضی ها واجب نیست. جنگیدن، به میدان مبارزه رفتن بر زنها واجب نیست. اما در مسائل آموزش و یاد گرفتن محدودیت جنسی وجود نداره. طلب العلم فریضتون، یاد گرفتن علم فرض است، واجب است. علی کل مسلم و مسلمه، بر مرد مسلمان و زن مسلمان. محدودیت مکانی نداره. ما بعض جاها نباید بریم، اما فرمودن برای یادگیری محدودیت جا مطرح نیست، کشور مطرح نیست. اطلب العلم ولو بسین. او زمانی که پیغمبر فرمود، دورترین نقطه چین بود. فرمود برای یاد گرفتن هیچ مکانی محدودیت نداره. ما بعض رفتان اجازه نداریم از بعضی از افراد تبعیت کنیم. شما نماز را باید پشت سر کسی بخونیم که عادل میدانیم. به غیر عادل، به عقیده خودتان، اگر کسی فاسق است اجازه ندارین اقتدا بکنین. حالا اگر نمیدانین بحث دیگری است. اما در یادگیری علم استاد محدودیت نداره. خذ الحکمه ولو من المشرکین. بعضی چیزها را باید از غیر مسلمان هم یاد گرفت. یکی از نکات بسیار مهمی که در مسئله علم مطرح است، مسئله قدرت است. این من بیشتر و برجسته‌تر مطرح بکنم. واقعا مسئله مهم است. علم سرچشمه قدرت است در اجتماع. ما زمان قوی میشیم، زمان بی نیاز میشیم، زمان با دنیا میتوانیم برابری کنیم، حق بگیریم و حق بدهیم که از نظر علمی رشد کرده باشیم، و الا امکان نداره. باید خودمون مجهز کنیم به علم، به تکنیک، به تکنولوژی، به تولید، به قدرت. در لسان دین، در لسان قرآن، در بیان قرآن می‌فرماید ما بر اساس علم و قدرتی که به انسان‌ها دادیم، اونها را براشان قدرت اداره دادیم. به عنوان نمونه، خداوند به بعض از انبیا امکانات بیشتر داده. حضرت سلیمان علی نبینا و علیه صلات و سلام یکی از اینهاست. خیلی امکانات داشت. چرا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یکی از افراد حضرت سلیمان علی نبینا و علیه صلات و سلام آصف ابن برخیاس که
تخت ملکه سبا بلقیس به یک چشم به هم زدن آورد. خب علم بیشتر داره، قدرت بیشتر داره، این فرمول قرآن داره به ما بازگو میکنه. شاید این آیه تفسیرش وقت زیاد لازم داشته باشه، اجازه بدین از سردار سخن، از امیر بیان جمله را نقل بکنم و این بس هم تکمیل بشه هم روشن شود. امیر المؤمنین میفرماید العلم سلطان، من وجده ساله و من لم یجده سیله علی. فرمود علم و دانش قدرت و سلطه و آقایی و بار میاره. هر که عالم است، هر که آگاه است، هر فرد، هر کشور، هر مردم آگاه که است، خودش قدرت داره، حکومت تشکیل میده. حضرت فرمود هر که علم داشته باشه میتواند یورش ببره. این یورش به این معنا نیست که کسی را نابود بکنه، یعنی دست بالا را داره. من وجده ساله، هر جامعه و مردمی که علم را پیدا کرد اینها حمله می کنن، اینها دست بالا را دارن، اینها پیش قراولن، دیگر از اینها حرف گوش می کنن، اینها عملا رهبرن. فرمود و من لم یجد حسیل علی، هر که علم از دست داد، هر که عقب ماند از کاروان علم، از کاروان پیشرفت و دانش، به او یورش برده میشه. وقتی در پزشکی، در طبابت عقبیم، باید دیگرا به ما یورش ببره. پول ما، امکانات ما، ثروت ما را باید اونا استفاده کنن، ما باید تسلیم باشیم. اما اگر در تولید و صنعت و بهداشت و طبابت دست بالا داریم، دیگرها تابع ماست. برای بیرون شدن از ذلت، از خاری، از فقر، از درماندگی، از ناامنی و بی‌ثباتی راهی وجود دارد، اون علم است. این فرازهایی را که عرض می کنم اینها فاکتورهای قرآن است. ما برای مسئولیت باید فرمولهای قرآن در نظر بگیریم. یک حکومت زمانی موفق است که با این معیارها نیروهاش انتخاب کنه. در داستان حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام قرآن می فرماید از بیان یوسف گفت که اجعلنی علی خزائن الارض، مرا خزاندار و مسئول اقتصاد و نظام حاکم قرار بدین. چرا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، اینی حفیظ علیم، من امانتدار انسان با تدبیر و با دانش هستم. یک انسان بی دانش هیچ کاری ازش ساخته نیست. وزیر بی دانش، وکیل بی دانش، رئیس و مسئول بی دانش نمیتواند جامعه را به سمت عزت و ثروت و قدرت و بزرگی و عظمت ببرد. او انسان و جامعه را به سمت نابودی میکشاند. همینطور در اون آیه‌ای که داستان تالوت را قرآن مطرح میکند، برای حکمرانی بنی اسرائیل علم و قدرت ایشان را بیان میکند. ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خداوند تالوت را به عنوان ملک، پادشاه و بزرگ اون جامعه در نظر گرفت. یک عده‌ای گفتند قالوا انا یکون له الملك، خب چرا این حاکم شد، چرا این مسئولیت گرفت، و نحنو احق بالملک من، ما باید در حاکمیت انتخاب می شدیم، ما شایسته ترین. ولم یعت سعتا من المال، ای که ثروت نداره. بعضی ها فکر میکنن هر که پولدار است او باید سهم و حکومت و قدرت را بگیره.
قرآن می فرماید ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را بر شما انتخاب کرد و زاده بسطا فی العلم والجسم، هم از سلامت و نیروی جسمی برخوردار است هم از آگاهی و علم و دانش برخوردار است. امروز نیاز به یک بازدید، به یک نگرش، به یک تحول و به یک آگاهی برای تغییر عمیق و پیشرفت همه جانبه نیاز است. اون هم تنها مسیرش مسیر علم و دانش و آگاهی است. باید از لحظه لحظه عمر فرد فرد و همه مردم و همه امکانات کشور و جامعه استفاده شود تا از بن‌بست‌های موجود بیرون رویم و شاهد یک تحول و حرکت به سمت عزت و ثروت و قدرت باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمه المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا فروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه همون گونه که همه شما عزیزان هم باور دارین و هم با حضورتان این صحنه حساس و این مجلس استثنایی را یاری میکنین، تنها نماز است که در قرآن با عبارت با تلاش خودتان به این نماز برسانین معرفی شده. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، وقت صدای اذان نماز جمعه بلند می شود، فاسعوا، یعنی با تلاش خودت به ذکر خدا برسان. خب مسئولیت های کلان داره، وقت زیاد نداریم چون مناسبت های مهمی جهانی و در واقع موضوعات اجتماعی هست. من اینا را یکی یکی اون مقداره که در توانم هست و شرایط ایجاب میکنه بپردازم. 9 دسامبر که با 18 قوس، یعنی فردا شنبه برابر است، امروز 17 قوس است، این روز به عنوان روز مبارزه با فساد نامگذاری کرده. از همه کشورها خواسته در زمینه مبارزه با فساد تلاش بکنن. هدف چیه؟ تلاش برای مبارزه با فساد راه حل همه مشکلات جامعه است. توجه کنیم، فساد ریشه همه مشکلات جامعه است. تا فساد در جوامع در کشورها ریشه‌کن نشه، مشکل مردم حل نمیشه. از نظر تربیتی میگن باید اون چیزی که خراب است او را جراحی کنی،
شما گاهی دیدین در بدن یک مریض یک غده است، یک دانه است، هر چی مداوا بکنین بیفایده است، باید او باید نابود بشه یا باید خلاصه خشکانده بشه اگر امکانش از با داروها خشکانده میشه. انتیبیوتیک باید استفاده کرد، اگر نشد باید برداشت، و الا مرض و مریض به سمت سلامت نمیره. فساد یک چیزی است که دموکراسی را نابود میکنه، اقتصاد را از حرکت باز میداره، از اجرای عدالت جلوگیری میکنه، مردم را به سراشیبی سقوط و نابودی میکشانه. فساد در همه عرصه ها میتوانه باشه، در تولید، در بخش خصوصی، در آموزش و پرورش، در بهداشت، اما در بعض جاها خیلی بنیانکن است، بنیاد برانداز است، به تعبیر دیگر منهدم کننده است. اگر فساد در بدنه نظام و حکومت را پیدا کرد، همه بخش ها نابوده، راهی برای درمان وجود نداره جز مبارزه با فساد. اگر سازمان ملل این روز را به عنوان روز مبارزه با فساد نامگذاری کرده، نتیجه مطالعات است، نتیجه بررسی هاست، نتیجه خلاصه تحقیقات همه جانبه و کلان جهانی است. اجازه بدیم برای بس روشن بشه من دو سه تا نکته عرض بکنم. هدف از بعثت انبیا عدالت است. تا جایی که در جامعه فساد وجود داره از عدالت خبری نیست. همه انقلاب ها، همه خیزش های مردم، همه تحولات در نظام ها برگرفته از ظلم و فساد است. وقتی فساد، ظلم، بی‌عدالتی رونق گرفت، فشار، ظلم، تعدی بالا رفت، چاره ای نیست جز یک خیزش، جز یک تحول. عدالت آرمان بلند و بزرگ انسانی است. کمتر جامعه ای را شما می توانید فکر نکنم جامعه ای پیدا شود که طرفدار عدالت نباشد. عدالت زمانی به عنوان یک شهد شیرین و یک طعمی گوارا نصیب جامعه می شود که با فساد مبارزه شود. جامعه گرفتار فساد حلاوت عدالت را نمی چشد. برای رسیدن به عدالت یکی از راه‌ها مبارزه با فساد است. عدالت که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خدا انبیا را فرستاد، قرآن را فرستاد، برای چی؟ برای که عدالت را برپا کند. و این عدالت زمانی برپا می شود که با فساد مبارزه شود. مهمترین پیامدهای بی‌عدالتی دقت کنیم چیست؟ فقر عمیق، فقر جانکاه، فقر کشنده، تبعیض، بی‌عدالتی و فساد انسانها را به این وادی‌های وحشتناک سوق می‌دهد. ما برای بیرون شدن از فقر، برای بیرون شدن از تبعیض، برای بیرون رفتن از بی‌عدالتی باید ریشه های فساد را شناسایی کنیم. اگر می‌خوایم فقر از جامعه‌مان ریشه‌کن شود، دیگه فقیری نداشته باشیم، گدایی نداشته باشیم، اگر می‌خوایم تبعیض از جامعه ریشه‌کن شود، باید بریم ریشه های فساد پیدا بکنیم. علما، نویسنده ها، دکترها، متخصصین، آگاهان، زعما، رهبران دینی مذهبی
همه مسئولیت دارن در رأس همه حکومت. عدالت بخشای زیادی داره، مبارزه با فساد آدرس‌های زیادی داره. اگر می‌خوایم با فساد مبارزه بکنیم، یکی از جاهای مهمش عدالت قضایی است. اگر در جامعه عدالت قضایی گسترش پیدا کرد، در اون جامعه امید پیشرفت، امید ترقی و در واقع اساس و بنیاد یک تحول در اونجا به وجود می آید. خدا به پیامبر می فرماید بگو قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لان اعدل بینکم، من مأمورم بین شما عدالت کنم. این عدالت زمان نصیب جامعه می شود که مردم یک دادگاه و یک محکمه عادل و در دسترس داشته باشد. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، هر وقت بین مردم حکومت میکنین، قضاوت میکنین، باید با عدالت قضاوت کرد. خب یک بخشی از مبارزه با فساد عدالت قضاییه، یک بخش دیگرش عدالت اقتصادی است. یکی از مهمترین جلوه های عدالت، عدالت اقتصادی در یک جامعه است. تحقق عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی را به دنبال داره. رفتار روابط، رفتار و روابط دلگرم و با هدف را میتواند به وجود بیاورد. باید همه مردم دسترسی به اقتصاد داشته باشه، همه مردم دسترسی به درآمد داشته باشه، افراد جامعه حس بکنن، در نهادشان، در فکر و ذهنشان به این باور برسن که من برای رشد اقتصادی زمینه دارم، آمادگی باید پیدا کنم. اگر جامعه از این باور و از این نیرو محروم باشد، نباید انتظار یک پیشرفت در اون جامعه برود. علی کل حال مبارزه با فساد بالاترین راه برای پیشرفت و برای ترقی است. لذا روز 10 دسامبر فردا 18 قوس به عنوان روز مبارزه با فساد معرفی شده و راه های مبارزه با فساد هم یکی باید رواج اخلاق الهی و اسلامی در جامعه حمایت شود. ما بیاییم از تجملگرایی، از مصرف های بالا و از در واقع سرمایه هایی را که در جاهای غیر لازم هزینه می شود جلوگیری بکنیم. یکی از راه های مبارزه با فساد کمک به رونق تولید. باید در کشورمان راه های تولید که نیازهامان خودمان بتوانیم تولید بکنیم، اینها را باید در کشور حمایت بشه و حمایت بکنیم تا بتوانیم با فساد مبارزه بکنیم. مسئله دوم، روز دهم دسامبر، روز 9 دسامبر یا تردید الان از من است، خدمت شما میشه که به عنوان روز مبارزه برای احقاق حق بشر یا روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده. در سال 1948 تقریبا 65 سال قبل این اعلامیه به اصطلاح حقوق بشر بعد از تلاش‌های زیاد به تصویب رسید که ظاهراً 45 کشور یا حدوداً 46 کشور تنها اعلامیه است که 46 کشور پایش امضا کردند. گفتن ما از این اعلامیه به عنوان اعلامیه حقوق بشر حمایت میکنیم، بعضی کشورها امضا نکردن. حالا لازم نیست من نام ببرم، نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر این است، بندهای زیاد داره: تمام افراد بشر
آزاد زاده میشوند. همه وقتی به دنیا میان آزادن، از حیث کرامت و حقوق با هم برابرن. لا تکن عبد غیره، نوکر دیگری نباش. قد جعلک الله را، همه آزادن. ما نباید حقوق دیگرا را نادیده بگیریم. این اعلامیه خلاصه به رسمیت به تصویر رسید، اما متاسفانه با این همه اندیشه های کلانی که پشت سر این اعلامیه وجود داره، متاسفانه ما شاهد واقعا نادیده گرفتن حقوق بشر در جای جای دنیا هستیم. حتی در پیشرفته ترین کشورها ما شاهد نادیده گرفتن و شکسته شدن حقوق بشر هستیم. من یکی دو تا را عرض میکنم که خیلی طولانی نشود. با اینه که جامعه جهانی خیلی از حقوق را در اینجا یادآور شدن، اما متاسفانه خیلی از حقوق نادیده گرفته می شود. در اصل 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر این عبارت آمده: هر شخص حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی، رفاه خود و خانوادهش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. یعنی کسی نباید دسترسی به دکتر نداشته باشه، فقیر باشه، بر روز خلاصه نام و زندگیش تأمین نباشه، مسکن داشته باشه، پوشاک داشته باشه. این در خدمت شما عرض میشه که این اعلامیه حقوق بشر گنجاندن. این در حال است که روزانه 100,000 انسان در جهان در اثر فقر از گرسنگی میمیرن. معلومه یک فسادی وجود داره. در جای دیگر گفت هیچ کس نباید شکنجه شود، یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرد. این یکی از بندهای این قطعنامه است. طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان انسانها را شکنجه میکنند. پس معلومه حقوق بشر رعایت نمیشه. در اصل 26 میگوید هر شخص حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. هر کس حق خواندن داره، حق نوشتن داره. در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد انسان بی سواد وجود دارند. معلومه به این ماده هم عمل نشده. هر شخص به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی داره. 1.5 میلیارد انسان در این کره خاکی در حالت فقر به سر میبرند. کجاست اعلامیه حقوق بشر؟ کجاست داعیه داران این شعار شاهد این همه بی‌عدالتی و این بی‌رحمی و تجاوز در غزه و فلسطین باشند؟ چقدر کودک کشته شد؟ اینها همش شعار است، ایده است، اما باید این ایده ها را با پیگیری و با وحدت جهانی و انسانی ما دنبال کنیم و به دست بیاوریم. حق گرفتنی است. یکی دو نکته از مسائل کشور خدمت نمازگزاران عزیز عرض بکنم و زیاد معطل نشوم. شما میدانید 2-3 جمعه است ما خلاصه مطالب را در رابطه با مسائل امنیتی، مخصوصا حوادث تلخی که در ولایت هرات افغانستان کشورمان اتفاق میفته، مطرح میکنیم. متاسفانه باز در هفته گذشته، روزهای پایان هفته، ما شاهد یک خبر ناگوار بودیم. حالا 6 یا 7 نفر در هرات به شهادت رسیدن. باز هم در بین اینها 2 نفر از علمای بزرگوار و خدمتگزار کشورمان و دین و قرآن و مکتبمان
در جمع شهدا بود، با اینی که خب حکومت و امارت اسلامی وعده تعقیب و پیگیری و دستگیری عوامل شهدای قبلی را داده بودند، باز هم شاهد این خلاصه حادثه بودیم. مسئله مهم این است که این حوادث، این برنامه ها، شعار و تبلیغات را که دشمنان علیه امنیت کشور دارن و اخبار را که برای حضور و در واقع استناد با این حرکات میکنن برای حضور جریان‌های افراطی و جریان‌هایی که امنیت را هدف قرار دادن، این تبلیغات را این گونه حرکت ها تقویت میکنن و هر بار که این نگرانی ها به وجود می آید، ضریب امنیت در کشور آسیب می بینه. لازم است به این مسائل توجه جدی شود و تجدید نظر در ارتباط با این حرکاتی که پیش می آید و اعتماد و ثبات مردم انشاءالله به امنیت جدیتر مطرح شود. مسئله دیگری را که لازم می دانم مطرح بکنم، اگرچه شما در صحبت‌های معین سیاسی وزارت خارجه در آقای استانگزای در روز پنجشنبه در برنامه‌ای که در رابطه با فراغت یک عده از خلاصه محصلان مطرح کردن، ایشان مطرح کردن ماندن دروازه‌های مکاتب، بسته ماندن و مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب، ایشان گفتن از علتهای بنیادی فاصله گرفتن مردم و برخی از کشورها از امارت اسلامی است. ایشان فرمودن در برنامه فراغت برخی از دانش آموزان و دانشجویان گفتم که باید مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور باز شود و تأکید ورزیدن. گفت که این حق هر کس است، حق طبیعی است، خدا و رسولش برایش داده، حقی است که طبیعت و جامعه داره. خب ما باید این حقیقت رو بپذیریم و بارها گفتیم به عنوان یک دلسوز و یک کسی که این صحنه ها رو دنبال میکنه و مسئولیت هم داره در نماز جمعه، ما این قضایا رو باید جدی بگیریم، نباید به غفلت و به نسیان بسپاریم. یقیناً اینها تأثیر داره. کشورهایی که میخواهن با افغانستان رابطه داشته باشن، یکی از خواسته هاشان همینه و مسئله یک جریان اداری همشمول و از اینم مهمتر مسئله است که ما در این روزا شاهدش هستیم. در کشورهای دور و نزدیک مثل خلاصه مسکو، مثل ویانا، مخالفین با عناوینی که شما میدانین جبهه مقاومت جلسات را برگزار میکنن و در واقع برنامه دارن برای که یک آغاز باشد و یک حرکت باشد علیه نظام موجود. ما بارا گفتیم طرح و پیشنهاد و مفکوره من این است که دیگه جنگ به نفع افغانستان نیست. هر کس دم از جنگ میزنه، دم از جنگ جدید میزنه، این دلسوز افغانستان نیست. اما این حرکت ها داره دنبال میشه، صورت میگیره. تاریخ افغانستان نشان داد، 45 سال جنگ نشان داد، کس با جنگ پیروز نمیشه. ما در جنگ دنبال پیروزی نباشیم، ما باید بر جنگ دنبال پیروزی باشیم. باید کار بکنیم در کشور جنگی نباشه و راه حلش باید پیدا کنیم. دنیا از این فراز و فرودها داشته، بالاخره باید از مسیر که دنیا رفته، این همه انسان رفته، از اون مسیر حرکت کنیم. مردم در تنظیم و در ترتیب و در حمایت از حکومت ها باید در رأس امور در نظر بگیرن.
و الا با جنگ نمیشه. رژیم هایی که ما شاهد تحول و سقوط و فرودشان بودیم، این هم فکرش نمی کردن. یک راه وجود داره، اون راهی که دنیا رفته، ما هم باید اون راه را برویم، اون مسیر را انتخاب بکنیم، چاره ای جز اون نیست. امروز دنیا در اثر صنعت، تکنولوژی، پیشرفت تبدیل به دهکده شده. هیچ کس نمیتواند از این همه پیشرفت کسی را محروم بکنه. لازمه محروم شدن، محروم نشدن این است که با دنیا روابط داشته باشیم و اون چرا که خرد جمعی و جهانی میپذیره او را انشاءالله در نظر میگیریم و تجربه‌ای که در افغانستان داریم، تصمیم گرفتن یک جریان، یک بخش هیچ وقت نتیجه بزرگ و ماندگار نداشته. به خاطر عبور از این خلاصه سختی ها و از این تنگناها بیاییم به حرکت همه و به نرمزر و آرای همه عرش بگذاریم و بتوانیم آحاد ملت و اقشار مختلف جامعه را برای حمایت و برای ایجاد یک قدرت قوی و همه جانبه به حرکت بیاریم و دلها و فکرهاشان بسیج بکنیم، یک حرکت بزرگ را بتوانیم رهبری و سازماندهی بکنیم و شدنیست. و یقینا مردم با شرایط و بیداری که دارن این حرکت ها را هم میتوانن به وجود بیاورن و هم میتوانن مدیریت کنن. خیلی کوتاه یک روایت در رابطه با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانم و همه شما عزیزان انشالله با یک معرفت بیشتر انشالله از فضای نماز جمعه بیرون برویم. بی بی زهرا سلام الله علیها کسی است که پیغمبر فرمود، جناب سلمان میگوید من با گوش خودم شنیدم، سلمان فارسی، که پیغمبر فرمود نگین سلمان فارسی، بگین سلمان محمدی. ایشان میفرماید من با گوشم شنیدم، پیغمبر فرمود یا فاطمه انا سلمون لمن سالمک، من در آشتی هستم هر کی با تو در آشتی باشه، و هر بن لمن هاربک، هر کی با تو در جنگ باشه، در فاصله باشه، من با او در جنگم. بعد ایشان میفرماید من با گوش خودم شنیدم پیغمبر دست مبارکش بلند کرد، دعا کرد از تودیعک که الله، فاطمه جان من تو رو به خدا میسپارم و جبرئیل، تو رو به جبرئیل میسپارم. این ما عقیده داریم و حقیقت هم همین است. بعد از رحلت پیغمبر جبرئیل به زهرا نازل میشد. احکام نمیگفت اما حوادث میگفت، مطالب میگفت. حتی امیرالمومنین در اون لحظه ای که جبرئیل خدمت حضرت زهرا می آمد حضور نداشت. بعد جبرئیل که می رفت، حضرت زهرا مطالب را که جبرئیل گفته بود می فرمود و حضرت امیر می نوشت. اینجا جناب سلمان می فرماید پیغمبر فرمود فاطمه جان تو را به خدا می سپارم، تو را به جبرئیل می سپارم، تو را به صالح مؤمنان یعنی تو را به علی می سپارم. کی از فاطمه؟ اجازه بدین این روایت من بخوانم. کتاب داریم به نام مناقب، مال مرحوم خوارزمیه، از کتابهای مهم است و در منابع بزرگ اسلامی این روایت آمده. ایشان نقل میکند که از زید ابن یسی، و زید ابن یسی از حضرت ابوبکر صدیق شنیده، میگوید سمعت ابوبکر صدیق، میگه من خودم با گوشم از ابوبکر صدیق شنیدم یقول، که ایشان فرمودن رأیت رسول الله، من پیغمبر دیدم. حضرت ابوبکر میگوید خیم خیمتن، یه خیمه ای را برافراشته بود، خیمه ای را برپا کرده بود، و هو متکئون علی قوس عربیه، یک خلاصه شمشیر عربی، اسلحه عربی داشت،
بر او تکیه کرده بود و در خیمه علی بود، فاطمه بود، حسن بود و حسین. عبارت دقت کنین، جناب حضرت ابوبکر می فرماید پیامبر فرمود معاشر المسلمین، فرمود مسلمان ها، انا سلم لمن سالم اهل الخیمه، من آشتی دارم با کسی که با اهل این خیمه آشتی باشه، و حرب لمن حاربهم، من در جنگم با هر کی با این اهل این خیمه در جنگ باشه، و ولی لمن والاهم، من هر کی اینا را دوست داشته باشه دوستشان دارم. او جمله مهم که دست پر برگردیم، حضرت ابوبکر طبق این روایت می فرماید پیغمبر فرمود لا یحبهم الا سعید الجد طیب الولاده، این خانواده و اهل خیمه را دوست نمی داره مگر کسی که خوشبخت و سعادتمند است و نطفه حلال داره، ولا یبغضهم الا شقی الجد ردی الولاده، با اینا دشمنی نداره مگر کسی که شقی است و کسی که نطفهش مشکل داره. این از شخصیت زهرا. ایام وفات و سوگواری بی بی است. نیمه های شب 8-9 نفر این بدن را تشییع کردن. شنیدین عزیزم جناب آقای مصباح خواندن، منم یه عبارت کوتاه بخونم زیاد معطلتان نکنم. خب شما اگر مدینه برین قبر از زهرا را نمیتونین پیدا بکنین. نیمه های شب نمیدونم چه ساعت از شب بدن بردن داخل قبری که هیچ کس تو هنوز خبر نداره، گذاشتم بدن فاطمه را گذاشت. اونی را که من از عبارت خود آقا نقل میکنم، فرمود یا رسول الله فهفه از سؤال و استخبر الحال، یا رسول الله از خود زهرا بپرس، گزارش زهرا برای شما توضیح خواهد داد. شاید این شعر منصوب به امیر المومنین آقا فرموده باشه نفسی علی زفرات ها محبوسه، جان علی با ناله های علی در سینه علی مخفی شده، کاش جان علی با ناله های علی بیرون می رفت، یا لیتها خرجت مع الزفرات. فرمود فاطمه جان بعد از تو در زندگی دنیا خیری نیست، ترس علی از آن است که بعد از تو زیاد عمر کنه، طولانی زنده بمانه. خدایا همه ما را با این مجلله مکرمه بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا مشکلات مردم مظلوم غزه و فلسطین خدایا برطرف فرما. خدایا متجاوزان، کودک کشان، قاتلان و حامیانشان را نابود و ریشکن بگردان. خدایا امنیت کشور ما بیش از پیش تأمین بگردان. خدایا پروردگارا همه مشکلات ما، همه خواسته های مشروع من را مشکلات من برطرف فرما. خواسته های مشروع اهل مجلس ما مد نظر ها ملتمسین برآورده به خیر بگردان. خواهران و برادرانی که با حضورشان همه نمازهای جمعه و این نماز را شکوه میبخشند، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.